ادامه اعتراض‌ها در خوزستان، یک معترض در علی گودرز لرستان کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 روز سکوت واکنش نشان داد و گفت اگر به توصیه‌هایش عمل می‌شد این مشکلات به وجود نمی‌آمد. سلام، 12 ظهر به وقت ایران، آزاده اثری هستم همراه با شما در ادامه خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری در کشور، بیش از 7300 دختر 10 تا 14 ساله در پاییز 99 ازدواج کردند. گسترش موج پنجم همه‌گیری کرونا در ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی گونه جدید کرونا با قدرت سرایت و عوارض بیشتر گزارش داد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران وضع این استان را بسیار وخیم توصیف کرد. و بازنگری در راهبردهای ارتش افغانستان برای رویارویی با طالبان، همزمان سخنگوی طالبان خواستار کنارگیری اشرف غنی شد. ساعت یک بعد از ظهر به وقت ایران، خوش آمدید به این بخش خبری. اعتراض‌ها در خوزستان دیشب و برای هشتمین شب متوالی ادامه یافت. 10 شهر استان خوزستان شاهد حضور معترضان در خیابان بودند. منابع محلی از ادامه فضای امنیتی و سرکوب و بازداشت 10 معترض در 48 ساعت گذشته گزارش می‌دهند. معترضان در علی گودرز استان لرستان هم به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در شاهین شهر اصفهان و برخی مناطق استان بوشهر هم ادامه داشته است. منابع مستقل از کشته شدن دست کم یک معترض در جریان اعتراض‌های شب گذشته در علی گودرز و زخمی شدن شماری از معترضان در ماهشهر، شادگان، اهواز و علی گودرز گزارش دادند. فرماندار ایزه هم کشته شدن هادی بهمنی، نوجوان 17 ساله را تایید کرد. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان، گزارش‌های متعدد از اختلال و قطعی اینترنت در شهرهای مختلف این استان خبر می‌دهند. بر مبنای این گزارش‌ها در برخی مناطق استان خوزستان فقط اینترنت داخلی و مرورگرها باز می‌شده و امکان دسترسی به اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و سایر اپلیکیشن‌های ارتباطی وجود نداشته است. شرکت نت بلاکس که ترافیک اینترنت را در کشورهای مختلف رصد می‌کند هم تأیید کرده از 24 تیر ماه اختلالات منطقه‌ای قابل توجهی در سرویس اینترنت تلفن همراه در ایران وجود داشته است. این شرکت اعلام کرده اختلال اینترنت همزمان با اعتراض‌ها در خوزستان آغاز شد. ویدیوهایی از تجمعات و راهپیمایی اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله شادگان، بهبهان، مسجد سلیمان و ایزه به ایران اینترنشنال رسیده که این تصاویر رو با هم ببینیم. 31400 شهرستان ایزه، حکومت نظامی یعنی نیروهای امنیتی همه جا ریختن. یگان ویژه دارن مستقر میشن تو مسجد سلیمان، از اهواز اومدن، حکومت نظامی رو انداختن. نترسین نترسین، ما همه با هم هستیم. که 5400 اینجا کوت عبدالله، اینم ماشینای امنیتی یگان ویژه رو می‌بینید که کاملا منطقه تحت حفاظت یگان امنیتیه. مدينة الحي 31400. در مراسم تشییع پیکر هادی بهمنی، جوان 17 ساله‌ای که سه‌شنبه شب در جریان اعتراض‌های شهر ایزه خوزستان کشته شد، حاضران علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند.
ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی از تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان در علی گودرز گزارش می‌دهند. سرکوب معترضان به جان باختن دست کم یک نفر منتهی شده و تعدادی را مجروح کرده. تصاویر تجمع خانواده‌های زخمی شدگان در مقابل بیمارستانی در علی گودرز هم بازتاب زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشته. این تصاویر را با هم ببینیم با این هشدار که می‌تواند برای برخی بینندگان آزاردهنده باشد. علی گودرز مأمورا دارن با تفنگ می‌زنن مردم عادی رو. مغازه مأمورا من اینجنا دور میدان افغانستان شلوغ خمو دارم میدان میدان دارم میدان خداشه خدا اون خدا باشه الان بدبختی گیرم خدا فعلا نرو موتورت هم جلو داره حضمونی فعلا نرو یه داره شماری از شهروندان شاهنشهر اصفهان هم به حامیان اعتراض‌های خوزستان پیوستند و دیروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از اهالی شهر هور در شهرستان شوش هم دیشب با حضور در خیابان با معترضان در دیگر شهرهای خوزستان همدلی کردند. حالیان مدینه الحور 31/4/400 تضامن مع اخوات الفي اهواز عاشوا الرجال عاشوا نفديك يا اهواز. 8 روز پس از آغاز اعتراض‌ها در خوزستان و سرکوب خونین معترضان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت اگر به توصیه‌هایی که او درباره آب خوزستان کرده بود توجه می‌شد، مشکلات کنونی وجود نداشت. خامنه‌ای همچنین گفت که در 8 روز گذشته نگران مردم خوزستان بوده است. او بدون اشاره به سرکوب خونین معترضان اضافه کرد مردم در خوزستان ناراحتیشان را بروز داده‌اند و نمی‌شود از آنان گله‌ای داشت. مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما همراه هستند. آقای مهدوی‌آزاد، از همین واکنش و اظهار نظر امروز رهبر جمهوری اسلامی شروع کنیم، ارزیابی شما رو بشنویم از صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای و واکنشش به اعتراض‌ها در خوزستان. اول بگم برام خیلی جالب بود که برای اولین بار حداقل تا الان که حرفای آقای خامنه‌ای منتشر شده، او صحبت از خارجی ها و نفوذی ها و نمیدونم مجاهدین خلق و اسرائیل و عربستان نکرده و گفته معترضین حق دارن، اونها مردم هستن. و خیلی جالبه که آقای خامنه‌ای دیگه همچین ادعایی رو نمیکنه، اما باز بخشی از نزدیکان به جمهوری اسلامی در خارج از کشور ادعا میکنن که مثلا اینها تروریستن، دنبال تجزیه ایران هستن. ببینید، اگه سال اعتراضات 98 یادتون باشه، آقای خامنه‌ای اومد گفت یه توطئه سنگینی بوده کار اسرائیل، عربستان، آمریکا. سال 96 اومد گفت آمریکا بوده، اسرائیل بوده، مجاهدین خلق بوده و کشور خرپول منطقه. همینجوری شما برگردید تا اعتراضات 88، بعد برید تا اعتراضات دهه 70، اعتراضات مشهد، شما اعتراضی رو پیدا نمی‌کنید که در اون علی خامنه ای نگفته باشه که اینها کار دشمنانن و معترضان رو در واقع عوامل دشمن نخونده باشه. الان تو حداقل تا این لحظه که اخبار منتشر شده، متن کاملش هنوز منتشر نشده، او چنین ادعایی نکرده، گفته مردم حق دارن. منتها رویکرد
کردش باز همون روکردی است که همیشه در 40 سال اخیر داشته، یعنی همیشه از هر بحرانی میخواد این رو در بیاره که اگر حرف منو گوش میکردید وضع کشور این نبود، در حالی که در حقیقت وضع کشور اصلا محصول مستقیم سیاست‌های اوست. او یک رهبر مادام العمر که 3 دهه داره حکومت میکنه، همه چیز کشورم هم دست خودشه، تازه علاوه بر چیزهایی که رهبران مادام العمر دارن، او تازه بنیاد خصوصی اقتصادی، امپراتوری اقتصادی بزرگ هم داره، حدود 60% اقتصاد مولد ایرانه، یه امپراتوری رسانه‌ای هم داره. این چیزاست که بعضی از دیکتاتورها ندارن. با این حال باز هر اتفاقی میفته خودش رو تبرئه میکنه، میگه راه نجات مردم ایران رو من داده بودم. آقای مهدوی آزاد، 8 روز از اعتراض‌ها در خوزستان گذشته و معترضان هنوز با این سرکوب خشنی که انجام میشه به خیابون میان، ارزیابیتون از ادامه یافتن این اعتراض‌ها با وجود سانسورش در رسانه‌های داخلی و البته برخی اقدامات داخلی هم هست، مثلا رهاسازی آب کرخه رو هم داشتیم، اینها رو شما چطور می‌بینید؟ بله، در واقع به حرفای قسمت حرفای من در مورد آقای خامنه‌ای ایران باید اضافه کنیم که او در 8 روز گذشته در واقع ساکت شده بود، امروز 9مین روز بحران هست و تازه در حالی است که درسته که ظاهرا شواهد نشون میده که بخشی از شهرهایی که در خوزستان درگیر اعتراضات بودن ظاهرا کمی آروم شده، منتها از نظر کمی اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه، یعنی دیروز شما در استان لرستان در علی گودرز اعتراضات دیدید، کشته داشتیم به سمت مردم بیگناه شلیک کردن، در اصفهان شما در شاهین شهر اعتراض دیدید، در بوشهر اعتراض بود، اون خدم و حشم نیمه امنیتی و نیمه نظامی که در تهران سر میدان ها پیروز گذاشته بودن نشون میداد که تهران هم آبستن حوادث است، در مترو صادقی هم ویدیوش منتشر شده بود. برای اعتراضات از کمی داره گسترش پیدا میکنه، این نشانه ای از وضعیت امروز جامعه ایران، خشم عمومی و نارضایتی ها. منتها چرا حکومت شلیک میکنه، چرا هر اعتراضی به وجود بیاد به سادگی شلیک میکنن؟ چون ساختار امنیتی ایران راه دیگه ای بلد نیست، در واقع ساختار اقتصادی و دولتی ایران به دلیل فساد گسترده، به دلیل ناکارآمدی محض و به دلیل نوع حکمرانی ایدئولوژیک کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه مسائل رو حل بکنه، نمیتونه مشکلات رو برطرف کنه، فقط میتونه رو مشکلات ماله بکشه، در واقع مثل دیگ زودپس در بذاره روی این دیگ مشکلات تا اون لحظه بیرون نیاد. و ساختار امنیتی ایران هم کاری جز خفه کردن مردم و ساکت کردن مردم بلد نیست و اساسا نمیتونه هم انجام بده. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان، مهمان ما بودید. اعتراض‌ها در استان خوزستان و برخی شهرهای کشور در برخی رسانه‌های اروپایی هم بازتاب داشته است. این رسانه‌ها با بازتاب دادن شعارهایی که معترضان سر دادند گزارش دادند اعتراض به کم آبی در ایران به مرگ می‌انجامد. رسانه‌های اروپایی همچنین به اختلال در وضع اینترنت خوزستان پرداخته و نوشتند حکومت ایران پیش از این هم اینترنت را به منظور جلوگیری از انتشار اخبار اعتراض قطع و مختل کرده بود. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، درباره بازتاب این اعتراضات در رسانه‌های اروپایی بیشتر از تو بشنویم. خب، رسانه‌های پرمخاطب و بسیار بزرگ اروپایی از فرانسه، آلمان تا دیگر کشورهای که در اروپا هستند حواسشون به اونچه که در ایران میگذره بوده و خب به طور مفصل این اعتراضات رو پوشش دادن و اون تیتری که اعتراضات به بی‌آبی در ایران به مرگ می‌انجامه رو فرانس 24 زده بود. اما خب در این رسانه‌ها تقریبا اعلام کردن که همشون ویدیوهایی که داره منتشر میشه از اعتراضات خوزستان نشون میده که پلیس و نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور در حال سرکوب مردم هستند. بعد اشاره کردن به شعارهایی که در این اعتراضات داده میشه، به ویژه شعارهایی که در ایزه داده شد و نوشتن که جالبه که مردم در ایزه به دنبال این هستن که حکومتی که در سال 1357 سرنگون شده اون رو مجددا برگردن و دقیقاً شعار رضا شاه روحت شاد رو هم در گزارش‌های خودشون آورده بودند. بعد اشاره شده به تعداد کشته‌ها، اینکه در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در مجموع 3 نفر از جمله یک پلیس کشته شده و حتی ابراز تعجب کردن این رسانه‌ها که جمهوری اسلامی عامل کشته شدن افراد رو هم معترضانی میدونه که اونها رو در واقع آشوبگر میخونه. در ادامه اشاره شده به علت کم آبی ها در ایران و اینکه سوء مدیریت باعث این شده، البته به نقل از کارشناسان، و در نهایت هم گفتن که در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به مردم خوزستان و به ویژه عرب‌های اون
استان تبعیض قائل شده. اشاره شده به همین گزارشی که نت بلاکس اعلام کرده و گفتن که خب مقامات جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ارتباط مردم خوزستان رو با خارج از با دنیای خارج قطع بکنند، این اختلال رو در اینترنت در شهرهای اهواز، سوسنگرد و رام‌هرمز به وجود آوردن و حتی اشاره کردن به سابقه هایی که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته، به ویژه در اعتراضات آبان 98 و همچنین دی ماه و در سالهای گذشته، و در نهایت هم اشاره شده به شعارهایی که در دیگر شهرها داده میشه از جمله در تهران و شهرهای دیگه، که اشاره شده در اونجا مردم ایران الان در وضعیتی قرار دارن که علیه رهبر خودشون و همچنین علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شعار میدن. ممنون از احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. ممنون از شما که بیننده تلویزیون و شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر با گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری با شما خواهیم بود. ۲۴مین دوره المپیک تابستانی پس از تعویق یک ساله، المپیکی متفاوت بدون حضور تماشاگران. بیش از 11,000 نفر از بهترین ورزشکاران جهان از 209 کشور در 33 رشته ورزشی. آخرین اخبار و تحلیل ها از دو هفته هیجان همراه با ویژه برنامه المپیک توکیو 2020 اینجا در ایران اینترنشنال هر شب ساعت 19 به وقت تهران. یکی از شاخصهایی که برای هر حکومتی میتونه ذکر بشه این که زنان در اون جامعه چگونن. نیمه دوم قرن 14 خورشیدی است. ساخت و سازهای شهری شتاب گرفته است. شهبانو فرح پهلوی حامی سبکی از معماری است که عناصر بومی و ملی در آنها برجسته باشد. یک نمونه از این طرح‌ها ساخت بزرگترین سالن تئاتر در خاورمیانه است که به دست یکی از نام‌های ماندگار معماری ایران به انجام می‌رسد. او امیرعلی سردار افخمی است. خوش آمدید. بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها تا این ساعت. ادامه اعتراض‌ها در خوزستان. یک معترض در علی گودرز لرستان کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 روز سکوت واکنش نشان داد و گفت اگر به توصیه‌هایش عمل می‌شد این مشکلات به وجود نمی‌آمد. گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری در کشور، بیش از 7300 دختر 10 تا 14 ساله در پاییز 99 ازدواج کردند. گسترش موج پنجم همگیری کرونا در ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی گونه جدید کرونا با قدرت سرایت و عوارض بیشتر گزارش داد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران وضع این استان را بسیار وخیم توصیف کرد. و بازنگری در راهبردهای ارتش افغانستان برای رویارویی با طالبان، همزمان سخنگوی طالبان خواستار کنارگیری اشرف غنی شد. کودک همسری در ایران با وجود انتقادهای کنشگران حقوق بشر و فعالان حقوق کودکان و زنان ادامه دارد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از ازدواج بیش از 7300 دختر بین 10 تا 14 ساله در پاییز سال گذشته خبر داده است. بر مبنای این گزارش رسمی، آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در پاییز سال 99 نسبت به همین بازه زمانی در سالهای 88 و 99
97 بیشتر بوده است. بنابر این گزارش 192 مورد طلاق هم در دختران کمتر از 15 سال در پاییز سال گذشته ثبت شده. حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. عقد دختران زیر 13 سال هم با اجازه پدر و دادگاه امکان پذیر است. ما با خانم نعیمه دوستدار در مورد این خبر حتما کمی دیرتر صحبت خواهیم داشت. مشکل فنی پیش اومده، ایشون رو فعلا نداریم. برمیگردیم به خبرها. بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان، در هر دقیقه 14 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا می شوند و کووید 19 در هر 6 دقیقه جان یک بیمار را می گیرد. همزمان خبرگزاری های رسمی در ایران با اشاره به افزایش شمار بیماران و کمبود امکانات درمانی حتی در کلان شهرها درباره افزایش آمار مرگ ناشی از کرونا در روزهای آینده هشدار می دهند. در همین حال یک مدیر ارشد مرکز بهداشت قم اعلام کرد بر اساس آمارها تمام شاخصهای بیماری کرونا در منطقه نسبت به هفته گذشته افزایشی شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم از وضع بسیار وخیم موج پنجم همگیری کرونا در این استان گزارش داده. عباس موسوی اضافه کرده افزایش چشمگیر تعداد بیماران سبب شده که کادر درمان بسیار خسته و آسیب پذیر شوند و تمام بخش‌های بیمارستانی استان مازندران درگیر ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کرونا شده است. همزمان با ادامه موج پنجم همگیری کرونا در کشور، معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم از شناسایی گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا با نام لامدا در این استان خبر داد. انوش دهنادی مقدم گفته در این گونه جدید از سیستم ایمنی فرار می‌کند و قدرت سرایت و کشندگی بالایی دارد. او گفت در حال حاضر بیش از 700 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های گیلان بستری‌اند و 107 بیمار بدحال هم در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند. بیشتر از 17 ماه است که حالا از همه‌گیری کرونا در جهان می‌گذرد. در این مدت مردم با 5 موج این بیماری در ایران دست و پنجه نرم کردند. کسب و کارشان تعطیل شده یا بیکار شدند و خانه نشینی ها افزایش یافته. این بحران به چرخه‌ای تبدیل شده که در آن نه تنها زندگی روزمره ما مردم آسیب دیده که سلامت روانشان هم در کنار مشکلات دیگر در خطر بیشتری قرار گرفته و خشونت های خانگی و دعواهای خیابانی هم بیشتر شده. لیلا سعادتی گزارش می‌دهد. فقط این ماسک ها نیستن که مدت هاست بر چهره ها نشسته. در این روزگار همه‌گیری ویروس، شکل زندگی که عوض شد، مردمی که مجبور شدن در خانه‌ها پناه بگیرند، کسانی که با تعطیلی کسب و کارها پولشان ته کشید، این دست‌های بسته و شکسته بر جا ماند. 25 سال ازدواج کردم و همیشه زندگی خوبی با همسرم داشتم. خیلی با من و بچه‌ها مهربون بود. بعد از شروع کرونا 1000 تا مشکل ریخت سرمون. همسرم به خاطر کرونا و محدودیت‌ها مجبور شد تو خونه بمونه. بیکار و افسرده شده. بی پول شدیم. به من و بچه‌ها مرتب گیر میده. یه روزی دعوامون شد و کتکم زد. دستم شکست. خشونت خانگی در دوران قرنطینه فقط در ایران افزایش نیافت. اما این زخم کهنه در ایران آن هم در این دوره بیشتر برای زنان سرباز کرد. خود بهزیستی گزارش داده در سال 98 که خبری از کرونا نبود، اگر 1000 نفر به اورژانس اجتماعی زنگ می زدن، این مقدار در سال 99 30% بیشتر شد. که نشان می دهد مشاجره های لفظی و فیزیکی بین اعضا به ویژه همسران بیشتر شده. حتی کودک آزاری و سالمند آزاری هم همینطور. قرنطینه هم تموم بشه مشکلات ما مردم تمومی نداره، چون این کرونا کاری کرده که مردم وضعشون خیلی خراب بشه. از طرفی هم یه روز برق نداریم، یه روز میگن زلزله میاد و کل تهران با خاک یکسان میشه، یه روز میگن واکسن کرونا هست و یه روزی میگن نیست، یه روز میگن خودمون ساختیمش. بعد همه اینا
مسئله و دغدغه‌مون این شده که اگه واکسنم بیاد آیا قیمتش یه جوری هست که بتونیم بخریمش؟ روانشناسان اجتماعی معتقدند حاکمان در ایران هیچ وقت برنامه‌های جدی برای مقابله با بحران‌های اینچنینی نداشتند و کودکان و زنان در بحران‌هایی مثل کرونا بیشتر خشونت و ناامنی روانی را تجربه می‌کنند. بگومگوها شروع شده و مثلا همسرآزاری و خشونت منجر به همسرآزاری و خشونت خانگی شده. مثلا آقای درگیری لفظی که هیچی، درگیری فیزیکی هم شروع شده و خانم رو مثلا تا حد مرگ کتک زده، اومده به کلینیک ما مراجعه کرده، ما راهنماییش کردیم، مثلا فرستادیم که شکایت کنه به دادسرا پزشکی قانونی و بقیه مسائل. در این بحران همه‌گیری دولت و مسئولان در ایران نشان دادند نه تنها نتوانستند درد کرونا را تسکین دهند، بلکه اراده‌ای هم برای بهبود سلامت روان شهروندان و کاهش انواع خشونت‌ها ندارند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال. همانطور که پیشتر گفتیم، کودک همسری در ایران با وجود انتقادهای کنشگران حقوق بشر و فعالان حقوق کودکان و زنان ادامه دارد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از ازدواج بیش از 7300 دختر بین 10 تا 14 ساله در پاییز گذشته خبر داد. و همانطور که وعده داده بودیم، نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراه هستند. خانم دوستدار، خوش آمدید. درباره این گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری در ایران بیشتر برامون توضیح بدید. این گزارش در واقع استمراری هست بر گزارش‌هایی که معمولاً در هر فصل و بعد در 6 ماهه، 9 ماهه و بعد در طول سال داده میشه از سوی مرکز آمار ایران. و توی چند سال اخیر اگر ما به این گزارش نگاه بکنیم، همواره یک روند افزایشی داشته ازدواج کودکان. همین آمار در سال گذشته دست کم 300 نفر کمتر بود، یعنی آمار 7000 نفری رو ما سال گذشته داشتیم، حالا رسیده به 7300 نفر در یک گروه سنی در واقع کودکان در بین دختران. همینطور تو شاخصهای دیگه، تو گروه های سنی دیگه هم به هر حال ما میبینیم که توی این گزارش همچنان ازدواج کودکان در ایران رواج داره و فقط شاید مثلا بشه گفت سنین زیر 10 سال هست که مقداری در واقع کمتر شده تو سالهای اخیر، ولی از بالای 10 سال همین روند افزایشی وجود داشته تو سالهای اخیر. دلایل و عوامل اجتماعی ادامه کودک همسری در ایران چیه؟ چقدر میشه امیدوار بود که این آمار کاهش پیدا کنه؟ خب مسئله ازدواج کودکان در ایران در درجه اول یک مسئله فرهنگیه که در مذهب ریشه داره و متاسفانه از طریق حکومت و قانون هم تقویت میشه و استمرار پیدا میکنه. در کنار مسائل فرهنگی و قانونی به هر حال نمیشه غافل شد از مسائل اجتماعی که ما میدونیم به هر حال یکی از دلایل ازدواج کودکان مسئله فقر هست، مشکلات اقتصادی هست که خانواده ها رو سوق میده که به هر حال به هر ترتیبی ترتیب ازدواج فرزندانشون رو بدن. اما از همه این عوامل در واقع مهمتر، چیزی که میتونه کنترل بکنه و جلوی این ازدواج ها رو بگیره، نقش قانون هست که همونطور که در اول صحبت هم اشاره کردم، متاسفانه در ایران اراده و انگیزه برای تغییر قانونی که اجازه میده کودکان زیر سن ازدواج بکنن وجود نداره و همون قانونی هم که در مورد در واقع سن ازدواج وجود داره از استانداردهای جهانی پایین تر هست. تلاش هایی که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده برای اینکه سن ازدواج رو به ویژه در مورد دختران بالا ببرن، شاهد بودیم که عقیم مونده. مجلس قبلی تلاش کرد که قانونی رو از بگذرونه، تصویب بکنه که جلوی ازدواج های زیر سن کودکان رو بگیره، اما خب خورد به در بسته شورای نگهبان و مخالفت های فراوانی در داخل خود مجلس با این طرح و این پیشنهاد شد. و خب در مجلس فعلی هم که ما میدونیم که دیگه در دست اصولگرایان تمام و کمال قرار داره، نمیشه انتظار داشت که این قانون تغییر بکنه. دولت هم، دولت در واقع حال حاضر، در روزهای آخرش به سر میبره، به رغم اینکه معاونت زنان بارها از طرح‌ها و لایحه‌هایی در این دولت خبر داده که میخواد جلوی ازدواج کودکان رو بگیره، ولی
شاهد اون هستیم که تا این آخرین روزهای روی کار اومدن دولت، روی کار بودن این دولت، هیچ موفقیتی توی این زمینه حاصل نشده و نتیجهش رو ما داریم در واقع توی این آمار میبینیم که رو به افزایش بده. ممنون. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو مهمان برنامه ما بودید. 5 کولبر در نتیجه شلیک نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در تیر ماه سال جاری جان باخته و 11 کولبر هم زخمی شدند. این در حالی است که اخبار مربوط به بدرفتاری و خشونت با کولبران ادامه دارد. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دست کم 30 شهروند و فعال کرد هم در تیر ماه در استانهای کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه بازداشت شدند. بر مبنای این گزارش، یکی از بازداشت شدگان نوجوان 16 ساله است که به همکاری با حزب کماله کردستان متهم شده است. این نهاد حقوق بشری همچنین گزارش داده خبر جان باختن یک شهروند کرد اهل شهرستان ارومیه 6 روز پس از بازداشت به خانواده او اعلام شده است. ممنون از شما که بیننده تلویزیون و شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگه با ادامه خبرها با شما خواهیم. خوش آمدید. بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها. ادامه اعتراض ها در خوزستان. یک معترض در علی گودرز لرستان کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی پس از 8 روز سکوت واکنش نشان داد و گفت اگر به توصیه هایش عمل می شد این مشکلات به وجود نمی آمد. گزارش مرکز آمار ایران از کودک همسری در کشور، بیش از 7300 دختر 10 تا 14 ساله در پاییز 99 ازدواج کردند. گسترش موج پنجم همگیری کرونا در ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی گونه جدید کرونا با قدرت سرایت و عوارض بیشتر گزارش داد. دانشگاه علوم پزشکی مازندران وضع این استان را بسیار وخیم توصیف کرد. و بازنگری در راهبردهای ارتش افغانستان برای رویارویی با طالبان، همزمان سخنگوی طالبان خواستار کنارگیری اشرف غنی شد. سخنگوی طالبان میگوید برای رسیدن به صلح در افغانستان اشرف غنی باید از قدرت کنارگیری کند. سهل شاهین در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طالبان به دنبال انحصار قدرت در افغانستان نیست، اما تاکید می‌کند تا غنی از ریاست جمهوری کنار نرود صلح تامین نمی‌شود. شاهین همچنین گفت طالبان در صدد پیروزی نظامی در افغانستان نیست. همزمان رویترز به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی و افغان گزارش داد ارتش افغانستان در حال بازنگری راهبردهای خود برای مقابله با طالبان است. این خبرگزاری گفته به دنبال پیشروی طالبان در برخی مناطق افغانستان، ارتش این کشور در صدد کنترل شهرها و مناطق مهم است. یک عضو ارشد هیئت مذاکره کننده طالبان گفته است تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای حفاظت سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی باید از افغانستان خارج شوند. خیرالله خیرخواه در گفتگو با پرس تیوی در ایران اضافه کرده طالبان با در دست گرفتن قدرت مسئولیت تأمین امنیت مراکز دیپلمات را هم بر عهده خواهد گرفت. این عضو ارشد مذاکره کننده طالبان به اختلاف بین ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند هم اشاره کرده و گفته این مشکلات با آمدن طالبان حل خواهد شد. او درباره حضور نیروهای ترکیه برای تأمین امنیت فرودگاه کابل هم گفته طالبان حضور نیروهای ترکیه در افغانستان را هم اشغال می‌داند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با منه. تاجدین، انگار که طالبان داره خواسته هاشو مطرح میکنه کم کم، حالا خواستار کنارگیری غنی شده، خبر چیه دقیقاً؟ خب آزاده، این اولین بار نیست، گرچند که طالبان خواستار کنارگیری آقای غنی شده، قبلا هم مطرح شده بود، اما حالا آقای شاهین میگه که برای ازی که در افغانستان ما به صلح برسیم و نیاز است که یک حکومت توافقی ایجاد شود و بر اساس این توافق باید آقای غنی کنار بره و طالبان هم حاضر هستند که بیاین در حکومت شریک شوند. بر اساس گفته های آقای شاهین، آقای غنی یک جنگجو است و مخل است در برابر پروسه صلح افغانستان. خب با توجه به این مسئله، اگر ما
کمی پیشتر بریم، همین دو روز سه روز قبل آقای عبدالله به قطر رفت و دو روز گفتگوی جدی را با طالبان بر سر پروسه صلح افغانستان انجام داد که بی‌نتیجه بود. خب اگر گپ طالبان حالا که آقای غنی کنار بره، خب بعدش چی؟ با که شما کنار میایین، طرفایی که شما کنار میایین کی ها هستن؟ هرچند آقای شاهین گفته که ما در صدد انحصار قدرت نیستیم، اما شما با قدرت که با کسی که شریک میکنین چگونه صلح میکنین؟ نمایندگان دولت افغانستان در قطر همین سه روز پیش طرحی را در میان گذاشتن که بر اساس از او یک اعتماد ایجاد شود، پروسه صلح تامین شود و گفتگوها پیشرفت داشته باشه، اما با همه اینا طالبان مخالفت کردن و گفتن که ما فعلا نمیخوایم که با این پروسه پیش بریم. دولت افغانستان نسبت به این خواسته طالبان واکنشی داشته؟ خیلی کوتاه تا به سوال هنوز واکنشی نداشته. آقای غنی قبلا گفته بود که در صورت قدرت کنار میگذاره که یک جانشین انتخابی داشته باشه و فعلا هم چیزی واکنشی در این مورد نداشته. بریم سراغ این تنور جنگی که هنوز توی افغانستان داغه. با تمام این گفتگوهای صلحی هم که بهش اشاره کردی، همچنان فضا خیلی فضای پرتنشیه. اوضاع چطوره؟ طالبان در روزهای آخر پیشروی‌های زیادی داشتن. بر اساس رسانه‌ها که منتشر کرده، از 420 شهرستان یا ولسوالی افغانستان 220 ولسوالی در دست طالبان است فعلا و طالبان تصرف کردند. ولی رویترز به نقل از منابع آمریکایی و ارتش افغانستان گزارش داده که حالا ارتش افغانستان در صدد بازبینی استراتژی جنگیش است و بر اساس از این استراتژی میخواد که یک تعریف واضح از نقاط ضعف و نقاط قوت خود داشته باشه و متمرکز باشه بالای شهرهای افغانستان و حتی بالای سدهای آب افغانستان که توسط با کمک هندوستان هزینه شده و ساخته شده در برخی نقاط افغانستان، که این سببی از این نشه که طالبان بیان اینا و ایران بکنن و جاهای دیگری را که مثلا شهرهای مثل کابل است، فرودگاه هاست و جاهایی را که باید تمرکز بیشتر داشته باشن، ارتش افغانستان روی از او فکر میکنن و یک مقدار چیز میکنن، هزینه میکنن. و از سوی دیگه هم میبینیم که آمریکایی ها در روزهای اخیر حملات هوایشون علیه مواضع طالبان آغاز کرد، انجام دادن و به این معلوم میشه که هنوز آمریکایی ها در میدان حضور دارن و نمیگذارن که نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی با طالبان بجنگن. شاید این سوال واسه خیلی پیش بیاد که چطور ارتش آمریکا قبل از اینکه افغانستان رو ترک بکنه به این فکر نبود که همونجوری که تو گفتی حالا میخواد ارتش افغانستان رو تقویت کنه. خب به این فکر بود، هرچند آمریکا قبلا هم گفته بود وقتی ما زمین افغانستان را ترک میکنیم نیروهای هوایی ما و گزینه‌های بعدی ما در جابجا هست و ما با حملات هوایی ما همیشه نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت خواهد کردیم. ممنون از تو همکارم تاج‌الدین سروش. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 31 تیر ماه اعلام کرد ژنرال آلوارو لوپز میرا، وزیر دفاع کوبا و یگان ویژه نیروهای وزارت کشور را به دلیل نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در ماه جاری تحریم کرده است. این نخستین گام عملی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در راستای اعمال فشار بر دولت کمونیستی کوبا و اعلام همبستگی با معترضان به شمار می رود. بایدن در بیانیه‌ای گفت این تازه اول کار است و آمریکا به تحریم افرادی که مسئول سرکوب مردم کوبا هستند ادامه خواهد داد. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا این تحریم‌ها را بی‌اساس دانسته و از آمریکا خواست در عوض نسبت به سرکوب افراد در کشور خود اقدام کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در واکنش به افشای ماجرای بدافزار جاسوسی پگاسوس تلفن همراه و شماره خود را تغییر داد. مکرون این اقدام را پس از آن انجام داد که رسانه‌ها اعلام کردند احتمالاً او یکی از ده‌ها هزار هدف این بدافزار جاسوسی بوده است. مکرون با برگزاری یک جلسه اضطراری امنیت سایبری خواست تقویت همه پروتکل‌های امنیتی در خصوص وسایل ارتباطات جمعی شود. یک کنسرسیوم جهانی رسانه گزارش داده که بدافزار جاسوسی پگاسوس که توسط یک شرکت اسرائیلی ساخته شده ممکن است برای هدف قرار دادن سیاستمداران، فعالان و خبرنگاران در کشورهای مختلف استفاده شده باشد.
تصاویر زنده میبینید. امشب ساعت 8:30 به وقت توکیو و 3:30 ایران المپیک بی سابقه افتتاح میشود. المپیک 2020 توکیو با 1 سال تاخیر در اوج همگیری کووید 19 و زیر سایه تغییرات گسترده‌ای که در روند بازیار رخ داده حالا امشب آغاز میشه. این دومین باریه که پایتخت ژاپن میزبان بازی هاست و ورزشکارانی که تست کرونا اونها منفیه امسال در 33 رشته ورزشی و 339 ماده با یکدیگر رقابت میکنند. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای المپیک 2020 ژاپن بخش ویژه‌ای داره که از امروز میتونید اون رو ببینید. و در انتهای این بخش بریم به آمازون برزیل، اما نه برای جنگل‌های سبز و معروفش، بلکه عذرخواهی میکنم، همچنان تصاویری که میبینید تصاویر محل المپیک توکیو 2020 هست. ممنون از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید.